به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان عزیزم، هر جا که هستید امیدوارم شاد و سلامت باشید. خب در این کلیپ میخوام بپردازم به این جاسوسی انگلیس ملعون و اتریش ملعون در رابطه با نمونه برداری از خاک ایران، از خاک مقدس ایران. و خب ما جاسوسی انگلیس رو خیلی وقت که داریم و در واقع اون سفارت انگلیس لانه جاسوس انگلیس هستش. من بارها گفتم تو برنامه ها عنوان کردم اگر که این سفارت انگلیس در واقع چه بسا خطرناکتر از اون سفارت آمریکا بود، اینو باید خیلی وقت پیش میبستن. این نظر شخصی منه، چه بسا بسیاری از سیاستمداران ما، برای مثال وزارت امور خارجه‌مون، موافق نباشن با این موضوع، ولی تا زمانی که این انگلیس ملعون لانه جاسوسیشو در ایران داره، همین آش و همین کاسه هست. میریم و یک کلیپی رو اینجا بهتون نشون میدم و دربارهش صحبت میکنیم. خب ببینین، این کلیپی هستش که از جاسوسی اینها گرفته شده، داشتن نمونه برداری میکردن از خاک ایران و میخوام بگم دم سپاهمون گرم، اطلاعات سپاه و دم قدرت پهپادی ایران گرم که پهپادهایی دارن بدون اینکه اینها متوجه بشن، چه بسا در ارتفاع بالا حرکت میکنن و دوربینای خیلی خوبی دارن و میتونن از سانسانت، از جاجای خاک ایران فیلم برداری کنن، عکس بگیرن و ببینن که جاسوسان چی کار میکنن. بریم این کلیپ رو گوش کنیم و برمیگردم. این تصاویر پهپادی اطلاعات سپاه از حضور چند خارجی در اینجاست. کبیر مرکزی ایران، از این فرد جایلز ویتاکر، معاون سفیر انگلیس، با خانواده به کبیر شهداد میرود، اما تصاویر نشان میدهد این یک تور گردشگری نیست. با وجود این تابلو به زبان فارسی و انگلیسی که میگوید اینجا منطقه‌ای ممنوع است، او پا را فراتر گذاشته، از خاک اینجا نمونه برداشته و از منطقه ممنوعه تصویر گرفته. ببینید چقدر اینا پررو‌ان، چقدر اینا وقیحن. همزمان با یک رزمایش موشکی هوافضای سپاه در نزدیکی اینجا، معاون سفیر انگلیس با عذرخواهی از این شهر اخراج می شود، اما نهادهای اطلاعاتی می گویند غالبا این افراد با عنوان گردشگر به دنبال مکان نظامی و موشکی و شناسایی تجهیزات و مهمات به کار گرفته هستند. مثل این فرد ماچه والجک همراه 3 نفر دیگر با نام تبادل علمی با یک دانشگاه وارد کشور شده، اما به عنوان گردشگر به کرمان و به منطقه کویر شهداد می روند، همزمان با تست موشکی در این منطقه. تصاویر منتشر شده ی اطلاعات سپاه نشان می‌دهد که اقدام به نمونه برداری خاک، نمک، سنگ، گل و آب نموده. این نمونه‌های کشف شده هنگام خروج او از ایران. چه باحال اینو هنگام خروج گرفتنش. ماچه‌ای رئیس بخش میکروبیولوژیکی و بیوفناوری دانشگاه کوپرنیک لهستان است، دانشگاهی مرتبط با رژیم صهیونیستی. اطلاعات سپاه از تلفن همراه او این پیام ها را ردیابی کرده. ببینین الان این فضای مجازی هرچی که شبکه هست، مطمئن باشین اینها زیر رصد وزارت های وزارت اطلاعات، حالا اطلاعات سپاه یا CIA. میخوام بگم که تمام سازمان های حالا بگیم حفاظتی، اطلاعاتی، جاسوسی، تمام اینها شبکه های اجتماعی رو زیر رصد دارن، حواسمون باشه. و در اینجا میخوام بگم که چه رصد خوبی هست که سپاه ما انجام میده که این جاسوسان حروم لقمه بیشتر از این برای ایران دردسر درست نکنن. حالا میگم چرا. اطلاعات منطقه ممنوعه را برای زنی به نام پاتریشیا ارسال میکنن، گفتگویی که نشان میدهد قبل از سفر برخی مناطق شناسایی و برای نمونه برداری برنامه ریزی شده. البته. یا این یکی رونالد گشیر، همسر رایزن فرهنگی سفارت اتریش، با فرزندانش به یکی از روستاهای توابع شهرستان دامغان می روند. 2 فرزند او در حال بازی و او در حال نمونه برداری از خاک این منطقه. لحظاتی که او از آسمان در اشراف اطلاعات سپاه بود. چقدر واقعا جالب و شاهکاره که سپاه ما اینقدر به هوش و به گوش هستن. یعنی من
میخوام بگم که واقعا از توانایی اطلاعاتی ایران و امنیتی ایران واقعا هم افتخار میکنم، هم در تعجب هستم، هم خب باید گفت که یه مدلایی شاید آدم بترسه که اگر که یه جاهایی حالا بدون اینکه بدون ندانسته رفته، خب اطلاعات سپاه اون افراد رو زیر نظر داره. پس حواستون جمع باشه کجا میرین، وقتی میرین گردشگری دماغتون رو تو هر سوراخی نکنین، هر جایی هم نرین، و اگر تابلویی رو دیدین تخطی نکنین که میتونه خطرناک باشه و اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعاتمون میان بلافاصله و خب در صورت یه اتفاقایی میفته. حواسمون باید جمع باشه و از خاک ایران حفاظت بکنیم، خودمون و جاهایی که نباید بریم نریم. کنات گشی پیش از این هم هنگام عکس برداری از یکی از مناطق نظامی تهران شناسایی میشود. سال 94 ابعاد نظامی پرونده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و اتهام مبنی بر تسلیحات غیر متعارف مختومه می شود. اما ظاهراً رژیم صهیونیستی برای پرونده سازی جدید از افراد کشورهای ثالث در ایران استفاده می کند. افراد مرتبط با سفارتخانه های غربی که به جای رایزنی به دنبال دزدی اطلاعات هستند. دزدی اطلاعات، دقیقا اسم خوبی. هرچند همه آنها از زمین و آسمان رصد می شود. باریکلا، آفرین. خب اینا رو هم با اردنگی انداختنشون بیرون. حالا ببینین، من برم یک مقاله ای رو همینجا براتون بخونم. هست یه شمعی هست از تمام این چیزهایی که گفته شد، ولی با این حال میخوام این مقاله رو بخونم ببینیم که چی هستش. خب اینجا این مقاله از فارس نیوز هست و فارس نیوز چی میگه؟ شناسایی و بازداشت دیپلمات‌های جاسوس در منطقه ممنوعه. سازمان اطلاعات سپاه دیپلمات‌هایی را که به جای رایزنی جاسوسی می‌کردند را شناسایی و دستگیر کرد. سپاه این دیپلمات‌ها را که در حال جاسوسی و نمونه برداری از خاک کشورمان در یک منطقه ممنوعه بودند دستگیر کرد. این دیپلمات‌های جاسوس در هنگام نمونه برداری از خاک منطقه ممنوعه در کویر مرکزی، این کویر مرکزی جایی هست که بیشتر رزمایش‌های ما انجام میشه، رزمایش‌هایی که سپاهمون یا ارتشمون انجام میدن بیشتر در این کویرهای مرکزی هستش که در واقع مردم معمولی، شهرها و یا روستاها تحت تاثیر قرار نگیرن و در تیررس و نباشن، نزدیک نباشن. خب تا دلتون بخواد ما کویرهای باحال و کویرهای باحال، کویر لود، کویر نمک، در صورت اینا در کویرهای مرکزی انجام میشه. معاون سفیر انگلیس نیز از افرادی بوده است که با خانواده به عنوان گردشگر به کویر شهداد رفته، اما آنگونه که تصاویر ثبت شده نشان می‌دهد این فرد به دنبال نمونه برداری از خاک این منطقه بوده است. این فرد با عذرخواهی از این شهر اخراج شد. من باور من اینه که از اون شهر نباید از کشور اخراج بشه. حالا اینجا چیزی ننوشته و من نمیدونم در حال حاضر چه اتفاقی برای این جاسوسا میفته. به باور من اینا رو باید بگیرن و دادگاهیشون کنن. نیست که اخراج بشه. اخراج یعنی چی؟ اومده اونجا جاسوسی کرده، باید در واقع بازداشتشون بکنن. اینا میدونین که یه مدلای امنیت دیپلماتیک دارن و همین باعث میشه که روشون زیاد بشه و برن جاسوسی کنن. به باور من واقعا باید اینا رو بگیرن و مورد بازجویی و بازپرسی قرارشون بدن. حالا مطمئنم که اطلاعات سپاه و مقامات قضایی ما بهتر از من میدونن که چیکار بایست بکنن. در هر صورت این رو میبندم و خب یک درباره اون جاسوس اتریشی هم که صحبت شد. خب ببینین، این جاسوسان هستن، این معاون سفیر انگلیس که اسمش گفته شد. خب حالا در همین رابطه میخوام بگم که این آقای بوریس جانسون، البته این رابطه به این موضوع نداره، ولی فکر کردم که این خیلی جالبه با شما این رو در میون بگذارم و بگذارین برم و این رو دوباره بیارم. ببینین این
بوریس جانسون میگه هلو آیکیا کن آی گت ا نیو کابینت. خب میدونین که کابینت به انگلیسی یعنی کابینه، میتونم یه کابینه جدید بگیرم. کابینت به معنی اشکافم هست، از اینایی که توش بشقاب و نمیدونم لیوان و این چیزا میگذاریم. خب درس‌ها دارن مسخرش میکنن. خب اینا این انگلیس ملعون به جز دردسر برای ما چیز دیگه ای به ارمغان نیاورده. خب این از این آقای بوریس جانسون که گورشو داره گم میکنه میره و در واقع سیاستهاش، سیاستهای صهیونیستیش خیلی زیاد به ضرر مردم انگلیس شده. من میخوام بگم که در بیشتر اوقات خب دلم به حال مردم کشورها میسوزه، اونها قربانی سیاستهای ضد بشری این دولتهای شیطانی هستن. خب این اون معاون سفیر انگلیس بود، در حال جاسوسی بازداشتش کردن، چپوننش تو ماشین دارن میبرنش. اینا همون اون چارتا هستن، معاون سفیر انگلیس که رفتن تو کویرای ایران، با خانوادش رفته و داره جاسوسی میکنه دیدین. و اینم که یادتون هست رابرت مک‌کایر کی بودش؟ رابرت مک‌کایر این سفیر انگلیس بود که رفته بودش برای اون هواپیمای اوکراینی در تظاهرات علیه سپاه، علیه ایران شرکت کرده بود و دلسوزی میکرد برای اوکراینیا. اینم تا مغز استخون صهیونیستیه، یادتون باشه. اینم اون جاسوس اتریشی هست دیگه، میگن از در نشد، از پنجره، از پشت بون، از روی دیوار، اینا هر مدلی که باشه، از هر طریقی که باشه جاسوسیشون رو ادامه میدن در خاک ایران. حالا چرا اینا، چرا خاک ایران یا خاک از این مناطق جالبه براشون؟ ببینین چند حالت که بیشتر نداره. یه حالتش اینه که اینا بدونن اون رزمایشایی که دفاعی ما انجام داده، حالا در واقع میرن اینجاها چه بسا نمونه برداری از خاک رو، اینم یه بهانه است، دارن عکس و تصویر و ویدیو تهیه میکنن از جاهایی که حالا چه بسا اون تونل های زیرزمینی ما باشن و یا جاهایی که پهپادها و موشک ها رو نگهداری میکنیم. این میتونه یه دلیلش باشه، مثل همون جاسوسان محیط زیست، کاوه مدنی و امامی و این داستان ها. خب این میتونه یه دلیل باشه. یه دلیل دیگرش اینه که میرن اونجا نمونه برداری میکنن، ببینن که این خاکی که از اونجا برداشتن و رزمایش ها اونجا انجام شده، آیا این خاکی که حالا موشک زده به یه هدفی، آیا این خاک مثلا دارای عناصر هسته‌ای هست، عناصر نوترونی، نوترون که اونم میتونه در واقع یه حالا سلاح هسته‌ای باشه، و یا هیدروژنی. میدونین که الان این روزا دارن کشورها دارن بمب هیدروژنی تهیه میکنن، حالا در یه برنامه دیگه به این موضوع میپردازم. اینا میخوان بدونن که آیا ما به هیچ وجه دارای سلاح‌های در رده هسته‌ای هستیم، حالا نوترونی یا نمیدونم خود این سلاح‌هایی که از اورانیوم و این چیزا تهیه میشه، سلاح هسته‌ای از فلو انفالات اورانیومی و یا هیدروژنی، و در هر صورت اینم میتونه یه دلیل مهمش باشه که میخوام ببینن اینا هست یا نیست. دلیل سومش اینه که اینا خاک ایرانو بردارن، حالا توش هیچی هم نیست، تمیزه، خاکی هستش که چیزی هم توش نیست، حالا رفتن یه رزمایشایی رو اونجا انجام دادن، ولی اینا در واقع دارن نمونه برداری از خاک ایران میکنن که برن به اون خاک ایران عناصر هسته‌ای بیافزاین و بعد بیان بگن که ما در خاک ایران سلاح هسته‌ای و یا فعالیت‌های هسته‌ای ایران در رابطه با کلاهک و اینا پیدا کردیم. یعنی برن پرونده سازی بکنن
کما اینکه تمام پرونده سازی هاشون تا حالا در اون شورای امنیت فکستانی صهیونیستی و کل این سازمان ملل و تمام زیر مجموعه هاش همه اینا خنده آورن، اینا اصلا جوکن، اینا اصلا سازمان های ضد بشری هستن تمامشون بدون استثنا، و میان حالا در پوشش نمیدونم پزشکان بدون مرز و سازمان یونسکو و سازمان حمایت از کودکان، اینا پوششه، ولی تمام اینا سازمان های جاسوسی ضد امنیت جهانیان، ضد در واقع منافع کشورهای دیگه و برای غارت، تمامشون برای اینا اومدن. حالا اون سازمان امنیت، سازمان ضد امنیت و سازمان جنایتکار امنیت، شورای امنیت، اینا همشون برای من خیلی خنده‌داره اصلا اسم اینا که میادش. حالا در هر صورت این رژیم اشغالگر جعلی و همون صهیونیستا و تمام اینها که جاسوسان همین اشغالگران و اون جریان صهیونیستی هست، اینا برن پرونده سازی بکنن برای ایران در همون شورای امنیت جنایتکارشون که حالا بیان کلی ایران رو اذیت بکنن و این داستان ها. حالا با این که این تحریم هایی که اینا گذاشتن و تمام این کارهایی که اینا میکنن، ایران همه اینا رو دور زده و سنگ رو یخشون کرده و خیتشون کرده، خیت و پیت شدن. حالا برخی هستن میگن که نه این تحریم ها تأثیر زیادی داشته در معیشت مردم، خیر، به باور من اون کسانی که این حرف رو میزنن چه بسا اون دیدگاه عمیق اقتصادی رو ندارن. به باور من الان که این گرانی ها در ایران اتفاق افتاده، اینها در راستای همون هماهنگ کردن قیمت کالا در ایران با کشورهای همسایه و فراهمسایه‌ای هست برای جلوگیری از قاچاق کالا. فقط تأسف‌آوره که حالا درآمدهای مردم هنوز به اون درجه، از به اون میزان نرسیده که بتونن از پس مخارج زندگی بر بیان، مخارج مسکن و خورد و خوراک و پوشاک و تمام اینها که میبینیم افزایش پیدا کرده. خب به گذشت زمان الان درآمدهای دولت داره بیشتر و بیشتر میشه با فروش بیشتر و بیشتر نفت. البته من مخالف فروش نفت هستم برای تامین مخارج دولت و بودجه. ما باید نفتمون رو تبدیل بکنیم به کالاهای مختلف و بفروشیم و پول بیشتری ازش در بیاریم. خام فروشی خراب و غلطه، به باور من مخالف اقتصاد سالم هست. و در هر صورت این چیزی که افزایش قیمت ها، این اتفاق افتاده و باید افزایش درآمد ها هم اتفاق بیفته که به گذشت زمان میاد. پس این تحریم ها نیستش که عامل این شده که معیشت مردم کوچیک شده، مدیریت بد و غلطه و میخوام بگم بانک های خصوصی که بیشتر کسانی که در این بانک های خصوصی رو اداره میکنن از اون جریان نفوذی هستن یا از اونا الهام میگیرن یا خودشون جزو هم اونا هستن. در واقع بانک ها یکی از اون عوامل مهم در ایجاد این اغتشاش اقتصادی هستن. بانک ها با چاپ پول، با بالا بردن نقدینگی، با شرکت و با شرکت در معاملات املاک، به جایی که کارهای بانکیشون انجام بدن خرید و فروش املاک میکنن. یعنی این بانک ها مرکز فساده. این بانک ها رو اگه بهش رسیدگی بشه در جمهوری اسلامی، بانک های خصوصی، و شرایط و قوانین محکمی گذاشته بشه که اینها نتونن تخطی بکنن، به باور من بخش مهمی از این مشکلات اقتصادی ما حل میشه. پس اجازه بدین که ما اینها رو به گردن تحریم ها نندازیم. خوشبختانه ایران داره تحریم ها رو دور میزنه. و حالا شنیدم که رئیس بانک مرکزی ایران رفته صالح آبادی رفته روسیه و دیداری داره با رئیس بانک مرکزی روسیه. اونها خیلی قشنگی تحریما رو دارن مدیریت کردن در روسیه و داریم میبینیم که روبل در واقع رفته بالا از موقعی که اینا تحریم گذاشتن روش، برای اینکه اونا میدونن دارن چیکار میکنن، روبل میخوان در ازای نفتشون. چرا در ایران چنین چیزی رو نمیان تقاضا بکنن، چنین کاری رو آغاز بکنن؟ خب اینا همه پرسش هایی هست که من دارم، ولی پیشنهاداتی هم دادم. نفت در ازای
در نفت در ازای ریال این چیزی است که باید انجام بشه، خیلی کارا میشه کرد. پس در صورت باید گفتش که اینها میان میخوان پرونده سازی بکنن برای ایران و حالا تحریما رو بیشتر بکنن، جلوگیری بکنن از پیشرفت نظامی ما، از پیشرفت های ما در تمام زمینه های علمی. اینا برنامه هاشون اینه، برنامه های شیطانی دارن برای ایران و خوشبخت و به باور من تمام اینا رو باید یه اردنگی بزنن بنزنشون از ایران بیرون. و من اگر که جای مقامات بودم، کاری بودم، این سفارت ملعون انگلیس رو میبستم و یه دفتر کوچیکی فقط میذاشتم براشون برای روادید و ویزا و این چیزا، یک دفتر کوچیک با دو نفر کافی. الان که همه چیز آنلاین شده، چه دلیل داره اصلا اینا یک چنین ساختمان حجیمی در ایران داشته باشن با این همه خدم و حشم؟ دلیل نداره، من دلیلی برای اون نمیبینم. الان وقتش رسیده که این جاسوس خونه ملعون رو ببندن. این خواسته من، این توصیه من. حالا امیدوارم که نظام و جمهوری اسلامی به این موضوع بیشتر فکر بکنن و به این موضوع بپردازن. خب عزیزان من، ازتون خواهش میکنم که عضو کانالا بشین، عضویتون رو چک کنین، نظرتون رو بنویسین، پسند رو فشار بدین، از همه مهمتر به اشتراک بگذارین تا برنامه ها دیده بشه. با عشق بر عاشقان ایران، خدا نگهدارتون.